سلام و عرض ادب چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به قسمت هجدهم از مجموعه بررسی ها علی درویشی هستم و اینجا هرمان گرافیکه تا ویدیو رو لایک می‌کنین، منم میرم سراغ این قسمت از بررسی من. اینجا یه استند معرفی محصول داریم برندی که خیلی هم میشناسیمش پارس خزر ایراد اول یه متنی بالاست، یه متنی پایینه یه متنی اینجاست یه متنی اینجاست چند تا متن رو تو کل طرحمون پخش کردیم و میخوایم در مورد این محصول صحبت کنیم اینا همه حواس ایجاد کنه میتونیم این موضوعات رو نداشته باشیم ببینید یه همچین چیزی یه استنده خب اگه مثلا میاد توی یک مجموعی کار میشه فقط این محصول رو ببینه کنجکاو بشه و بره حالا اون فروشنده ها اونجا بیان در مورد این موضوعات صحبت کنه پس میتونیم اینا رو برداریم اگه جایی پیدا کردیم که هیچی میذاریم تو دیزاینمون اما اگر دیدیم نمیشه برش میداریم میخوایم این محصول رو نشون بدیم توی اسمت های قبلی در مورد چیدمان ها صحبت کردیم متن بالا عکس متن خیلی ریسکیه کمتر جایی این میاد میشینه رو کار که متن عکس متن اکثر جاها بهتره که شما تصویرت بالا باشه متنت پایین باشه حالا اینجا یه تغییراتی اعمال شده دیزاین خیلی خوبیه ها از یه سری نظرها مثل تصویر این قسمت پایین که خیلی خفنش کرده این حالت بالا لوگوی پارس خزر رو حتما ببینید این حالت بالا از لوگوی دیگه گرفته شده خیلی خفن و جذاب پیشنهاد بیایم محصول رو ببریم بالا یا محصول حالا یه جایی قرار بدیم یه خطی یه کادری دور محصول بیاد که بیشتر جلب توجه کنه و بعد اطلاعات داشته باشیم اول بیاین یه حالتی رو که ادیت شده متن بالاست تصویر وسط و متن پایینه رو ببینیم چه جوری شده خب ببینید اون کادری که میخواستیم به درستی اومده محصول جدا شده اون چیزایی که اضافی بود حذف شده این قسمت لوگو رو یه خطی کرده لوگو و شعار رو یه خطی کرده قبلی رو ببین اگه جا داریم یه خطیش میکنیم لاتین آورده متن بالا تصویر و متن پایین یه سری اکس اون پشت گذاشته این دیگه خیلی سلیقه‌ایه من باشم این کارو نمیکنم با اینکه خیلی خیلی کم رنگ اون پشت میخوام این محصول دیده بشه فقط این محصول کاری با بقیه چیزا اون پشت ندارم خیلی بهتر از قبلیه ببین قطعا از قبل ببین چقدر کادر تاثیر میذاره این که گفتم کادر استفاده کن قطعا از قبلی بهتره ولی بیایید اون مدلی که گفتم هم تست کنیم دیگه تصویر بره بالاتر تصویر داشته باشیم اول بعد کل متنمون داشته باشیم یه چیزم بهتون بگم توی استند ها معمولا اگه یه جای خوبی باشه بخواد جنس خوبی چاپ بزنه یه پایه ای داره که 15 سانت از این استن میره تو اون پایه نباید متن انقدر پایین بیاری اینم استان میشه بریم ببینیم چه اتفاقی واسش افتاده رسیدیم به این کار قبلش اینو داشتیم رسیدیم به این کار قبل بعد ببین چرا من مخالفت میکنم با اینکه متن عکس متن باشه یه مسئولی میخوام معرفی کنیم اوکی اول محصول بیاد اولویت سری محصول بعد حالا چیه پارس خزر شعار چیه برای یک اوم و بعد حالا دیگه مدل دیگه چیزهای دیگه اطلاعات دیگه اینجوری اونم از اون پشت برداشته شده کاد رو داریم تصویر رو داریم پارس خزر برای یک اوم پنکه پای بلند مدل فلان اینم گارانتی شو ده سال هم تحمیل قطعات اون فاصله هم پایین حفظ شده حالا یه مدلی هم بود که پشتش چیز میز بود اونم داریم ببین این دیگه انتخاب کارفرماست اینو انتخاب کنه که اون پشت سری وسیلم هست یا اینو انتخاب کنه من باشم اینو انتخاب میکنم مینیمال تره تره با اون حالت اول مقایسهش کنیم چی بوده به چی رسیدیم اینو داشتیم رسیدیم به این بریم سراغ کار بعدی یه بیلبورد داریم برای مبلمانیه سمت چپ خوبه گیر ندین لطفا به این سایه من یه سری سایه ها رو توی یه سری سایت های خیلی معروف دیدم اسم نمیبرم که اصلا برگاتون میریزه درست بود که این سایه زیر این پایه ها ایجاد بشه و حالا یه سایه زیر این مب باشه حالا گیر نمیدیم تصویر خوبیه گیر ما سمت راسته یه چیزی اینجا داره ما اذیت میکنه و حالا اطلاعات آورده آیکون گذاشته شماره لوکیشن ببین شما وقتی تیتر داری این لئو مهمه مبلمان لئو میتونه اینجوری بیاد که لئو بزرگتر بشه مبلمان بیاد این زیر و مطمئن باش باز این رو مبلمان لئو میخونن یعنی فکر نکن وقتی این بیاد زیر لئو مبلمان میخوننش مبلمان لئو تمام این چی دمان دو تا کلمه بیشتر نیست شاید فکر کن این چیز راحتیه ها برعکس اتفاقا سخت میشه وقتی ما دو تا دونه کلمه داریم حالا میخوایم بچینیمش اینو داشته باش وقتی که استایل میزنم ببین چه اتفاقی واسش افتاده مبلمان میاد زیر لئو میره بالا چند بار قبل و بعد میکنم دقت کن ببین چقدر فرق بین این است. خیلی فرق بین همین دو تا دونه کلمه که شما فکر میکنی چیزی نیست دیگه چیده ما داشت همجوری میان میچینیم دیگه ببین مبلمان ترش اومد پایین لو بزرگتر رفت بالا این بهتره این درسته با اطلاعاتش هم مشکل دارم ببین ما لزومی نداره که حتما از آیکون استفاده کنیم آیکون اینجا دو تا دایره رنگیه این دو تا دایره رنگی میتونه خیلی جلب توجه کنه و ما اینو نمیخوایم نیازی هم واقعا به باکس نیست اگه خوایم جدا کنیم اینا رو یه خط بینشون بیایم و تمام تغییر میکنه ببینید ل اومد پایین تر چون فضا آزاد شد این چیزایی که اضافی بود و برداشتیم این خط وسط هم میتونه حتی نباشه حالا آورده دیگه یه بنر شهری خیلی خوب یه بیلبورد شهری خیلی خوب اطلاعات تماس و لوکیشن بدون هیچ حرکت اضافه ای. اینو ببین میرسیم به این شی بوده اینو داشتیم رسیدیم به این. امیدوارم نکات که تو این قسمت یاد گرفتین تو طراحیتون استفاده کنین و سطح دیزاینتون بالا بره یادتون نره که چنل ما رو به رفیقای طراحتون معرفی کنین خیلی خوشحال میشیم که از ما حمایت کنین یه انگیزه یه برای اینکه این مسیر رو پرقدرت‌تر و, و خفن‌تر ادامه بدیم خیلی مخلصیم تا آموزش بعدی خدا نگهدار